الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر وتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. برادراني عزيز وجران قدر كدر كشوري همسايي ما وشما تركمانستان زندگي داري وتجارت داري، خوشحال هستیم که شما را اینجا میبینیم و با مشکلات یک دیگه خبر میشویم، سخنهای یک دیگه را میشنویم و بسیار در یک فضای برادرانه و آرام. ای برای همه ما و شما افتخار است. باور بکنید که شما هموطنان عزیز و تجار محترم به نزد مسئولین امارت اسلامی افغانستان، خصوصا رهبری محترم امارت اسلامی افغانستان، بسیار قدر دارید. چند وقت پیش سی و پنج یا چل نفر از تجار ملی کشور پیش امیرالمومنین رفته بود، همراهشان ملاقات خیلی طولانی داشت. جناب امیرالمومنین صاحب برایشان گفت مثل که مجاهدین کارای نظامی و دیگر کرده و مجاهدین ما هست، شما مجاهدین اقتصادی ما هستی. یعنی نمی جمله بسیار وزن زیاد داره. مطلب شعر این است که کار شما هم ثواب داره و شما هم نزد ما قدرمند و با عزت هستی. واقعا شما تجار بودی که وطن عزیز و هموطنان عزیز خود را از هر نوع تنگدستی و قحطی نجات دادی. برکت شما تجار هست که امروز در کشور عزیز به نسبت کشورهای همسایه و جهان نرخهای مواد اولی پایین تر است. هر چیز ارزان است الحمدلله. در افغانستان اگر تیل باشه، اگر گاز باشه، اگر گندم باشه، اگر روغن باشه، از بسیار کشورها قیمتشان پایین است. این برکت شماست. ما و شما باید با یک دیگه دست بیتیم، از این فرصتی استفاده خوب بکنیم. باور بکنید یک تجار در کابل و وزارت خارجه آمد و ما گفت که 20% فایده ما سر امنیت مواد تجارتی و کارخانه و مغازه و چی و چی ما مصرف میشد. امروز در بخش امنیت شما یک پیسه مصرف هم در داخل افغانستان نداری. دیروز یعنی پیش از فتوحات، در وقت اشغال یا در وقت جمهوریت، وقتی که کالای شما، کاروانهای شما، موترهای شما که از ترغنده حرکت میکرد تا کابل، چند جا از او پیسه گرفته میشد و با چی نوع خطر رو برو می بود موتروان و موتر و هرچی. امروز الحمدلله و خطرات نیست. امنیت یک نعمت بزرگ خداوند است که بعد از 45 سال خداوند به ما و شما داده. یک
دوم برادرانی عزیز، حکومت فعلی در بخش اقتصاد، در بخش انکشاف پالیسی که داره می خواهد که در افغانستان انکشاف متوازن باشه. متوازن به این معنی که هیچ یک ولایت، هیچ یک از ولسوالی به دیگه ولایت ولسوالی برتری نداره. هر چیزی که به نفع همه ملت باشه، شما دیدی پروژه های کلان کلان در سمت شمال آغاز شده، چه پروژه سالنگ، چه قوشتیپه و چه حوزه تیل نفت امو، همه اون طرف آغاز شده به خاطر که به نفع همه ملت است. همچنان فیصله شد به خاطر خشکسالی که در حدود 400 ولسوالی افغانستان در هر ولسوالی یک یک بند کوچک آب جور شود تا که آب ذخیره شود تا که سطح آب در زمین پایین نرود. تمام افغانستان این امتیاز داده شد. وقتی که صورت حال به این اندازه هست، پس سر ما و شما می وطن حق داره، این مردم حق داره که برایش خوب خدمت بکنیم، یه حکومت هم حق داره که همراهش خوب استاد شده، که خوب شده که ما را از دوز خلاص کردی، ما را از غلام های بیگانگان خلاص کردی، ما را از اشغال خلاص کردی، ما را یک استقلال و آزادی و حریت و یعنی یک وضعیت آوردی که بنا به همه مردم هست. همچنان برادران عزیز، کسانی که در نمی 20 سال در جنگ شهید یا کشته می شد، باور بکنید از این بالاتر از خاطر مواد مخدر مبتلا می شد، بالاخره می مرد. امروز الحمدلله کشت کوکنار به سطح صفر رسید. با هزارها نی، با ده ها هزار معتاد از شهر کابل و هرات و دیگه شهرها جمع شده زیر علاج است. یعنی یک رحمت الهی است. ما و شما باید اونمو مشکلات عمده کشور را در نظر بگیریم. روزانه از 200 تا 300 تا 400 نفر شهید و کشته میشد. بسیار تعداد زیاد است. یعنی اگر 300 نفر کشته میشه، 300 مادر بپرزن میشه، 300 پدر بپرزن میشه، چک اوشتوکا بپدر میشه، چک خانه ها خراب میشه، هر طرف کی باشه. برادران عزیز، یعنی بعضی حقایق ما به این خاطر با شما شریک میکنیم که باید متوجه شوید. یک پروپاگان بود که این خارجی آمد از افغانستان آلمان جور میکنه و چی میکنه و چی میکنه، افغانستان ترقی میکنه. اونها که آمد به ما شما چی دادن؟ آیا شما تجار محترم جهان دیده هستی، گشته هستی، افغانستان هم دیده ای؟ آیا در این 20 سال گذشته در تمام افغانستان یک شفاخانه اعمار شد از طرف حکومت؟ نشد. آیا یک پاپریکای کوچک اعمار شده، تاسیس شده که اقلا 100 نفر در او کار بکنه؟ اگه شده کدام تجار کده خیر میبینی، ولی از طرف حکومت خونه شده؟ پس کدام ترقی با افغانستان آورده؟ در این 20 سال کشورهای جهان به کجا رسیده؟ شما که در ترکمنستان هستی، حال ما رفته بودیم به شهر نوی اشقابات، یه خود این 20 سال جور شده، شما شاید دیده باشید. در افغانستان کدام جای جور شده؟ چند تا سرکایی که پخته کرده به خاطر اکمالات نظامی پخته کرده، نه به خاطر مردم. اگر به خاطر مردم بود چرا سالم رو پخته نکرد؟ پس خارجه ها که چیزی میخواست میگه که ما اینجا تعمیر میکنیم، یک اصطلاح عجیبه آورده، گفت که ما ملت سازی میکنیم. این همی ملت سازی
که از طرف امریکایی ها می شود یک توهین بود برای مردم افغانستان. ملت خبورا میگه که ارزشت ها داره، برای خود یک افتخاراتی داشته باشه. اونها میخواستن که افتخارات دیگه سر ما و شما تحمل کنه، ارزش های بیگانه سر ما و شما تحمل کنه. پس خورا اونها ملت سازی میگفت. الحمدلله که ناکام شده. و کسانی که با امی فکر ساخته بود همه هم رایشان برد. یک کس گفت که در افغانستان چرا امنیت خوب شده؟ در جواب نمیشته کرده بود که از دو خاطر. یکی که مسئولین امنیتی امارت اسلامی افغانستان خیلی کوشش میکنه که امنیت محکم بگیره. دوم به این خاطر امنیت خوب شد که او دزدا هرچی که بود امریکا برای خود برد. میگه که کدرهای خوب است که ما وی را ببریم. علی الحمدلله امن شد. فعلاً امارت اسلامی افغانستان در حدود بیش از 3.5 لک یتیم ها را که پاله در خانه میتن، چی یتیم نظام جمهوریت باشه چی یتیم امارت اسلامی، با 87,000 بیوه ها که فعاله میتن در خانه، چی مربوط امارت می بود چه از اداره سابق. به حدود 1,90,000 معیوبین را تنخواه و کفاله می تدخانه. بسیار از مسکین و بیچاره و کسوال می کرد در کوچه های کابل و کندهار و هرات و دیگه و دیگه، با هزارها نفر جمع کرده، با میتریک کرده، آلی در خانه که هرچی نفر داره فی نفر 2,000 افغانی میده. اگر ده نفر باشه 20,000 میده. آیا در تاریخ افغانستان اینطور شده بود؟ که بیش از 6 لک کسان را بدون کار کفاله و تنخواه میده. حکومت الحمدلله روز به روز کمی تر میشه. فساد از بین رفت. در تحول که آمد الحمدلله نه وسایل نظامی ما و شما ضایع شد، نه ادارات ملکی ما و شما تخریب شد، همه نگاه شد یک اردوی متعهد و پخته و نظریاتی الحمدلله جور شده. بعد از فتوحات، بعد از رفتن امریکا و اشغالگرا، یک اینچ زمین الحمدلله یک کشور جرأت کرده نمیتونه که پیش بیاید. این همی افتخار همه ما و شماست. گفته میشه که حکومت و امارت همه شمول نیست. میگم چطور همه شمول نیست؟ در 11 روز 34 ولایت و قریب 400 ولسوالی پتح میشه. یک فرد از کندهار با بدخشان نمیره، از بدخشان با مزار نمیره، از مزار با ننگرهار نمیره، از هرات با بادغیس نمیره. هر جای مردمی عموم منطقه قیام کرد و مناطق همه گرفته شد، دشمن شکست خورد. بلکه ها اردو بود، پلیس بود، اربکی بود و خارجی ها و وسایل نظامی و خب باز دیگه بحث هست که چی بود. یکی در 11 روز همه فتح میشه. یه دلالت بایی میکنه که امارت همه شمول است. هم از بدخشان است، هم از هرات، هم از سرپل است، هم از غزنی، هم از کندهار است، هم از ننگرهار. و امروز من الحمدلله شما میبینی که در کابینه امارت اسلامی افغانستان از هر قوم، از هر قبیله، از هر منطقه، از هر ولایت وزیر داره. از پنشیر وزیر هست، از بدخشان هست، از جوزجان هست، از فاریاب هست، از کندهار هست، از پکتیا هست، از خوست هست، از ننگرهار هست، از هر قوم هست، از پشتون و تاجیک و ازبک و بلوچ و پشهی. فقط اینطور نیست که اونها فرمایشات بیگانگان قبول میکرد که یک وزیر با فرمایش فرانسه باشه، دیگه با فرمایش امریکا باشه، دیگه با فرمایش اسرائیل باشه. با این معنی خود واقعا نامشمول نیست. ولی اگر حقیقت نظر بکنیم،
از همه مناطق الحمد لله مسئولین داریم و مهم برای افغانستان چی هست ما باید بوده نظر بگیریم. مهم حکومت است، مهم امنیت است، مهم حفظ مال و جان و ناموس مردم است، مهمی است که سرحدات ما محفوظ شود. خدا کنه که از هر ولایت هر کس که باشه که اینا به خدمت بکنه چشم ماست. به هر حال این همه حالت که آمده خدا مهربان است که آسته آسته وطن هم جور شود. وزیر صاحب پاویدامو با ما گفت که پیلا در افغانستان ما در 53 جای سر سرکا کار شروع کرده، در حالی که پیش از فتوحات امارات، پیش از 15 اگست 2021 75% بودجه افغانستان خارج ها میداد. امروز الحمدلله ما و شما 100% بودجه خود از عواید خود تعیین میکنم. فساد نیست، خیانت نیست، دزدی نیست، گمرکا شخصی نشده، همه میره به خزانه و بیت المالی مردم. پس در این عرصه ها امیدوار هستیم که آینده ما و شما خیلی روشن باشه. این که ما میگیم که اقتصادم خوب میشه، وطنم به خوبی میره، یک مثال شمی است که ما امروز به ترکمنستان که دیروز آمدیم، امروز با جناب وزیر صاحب خارجه ترکمنستان و با مسئولین ترکمنستان بسیار مجلس طولانی داشتیم. همه روز در مجلس بودیم، چند مسائل بالا کردیم، سرش بحث کردیم. موضوع اول موضوع پایپلاین است، پروژه تاپی که برای افغانستان هم بسیار ارزشی داره، برای کشورهای دیگه که به او میرسه، به پاکستان و به هندوستان هم ارزشی داره. ولی کوشش میکنیم که در قدم اول باید به هرات رسانیده شد که مردم هرات، پارک صنعتی هرات از او بهره مند شد، هم به طرف ترکمنستان فایده، هم به طرف افغانستان. الحمدلله در این بخش بسیار صحبت های خوب شد. موضوع دوم موضوع خط آهن بود. در بخش خط آهن ما و شما در دو بندر به ترکمنستان وصل است، یک بندر تورغوندی است، یک عقینه. در تورغوندی فیصله شد که تاسیساتی که اونجا هست به سری خط آهن و را از طرف امارت اسلامی افغانستان 50 جریب زمین تعیین شده، از طرف ترکمنستان سرمایه گذاری میشه، تاسیسات جور میشه، یک برای تجار سهولت ها جور میشه. وقتی که یک کار شوه در قدم دوم پلانی است که خط آهن از هرات، از تورغوندی به هرات هم رسانیده شه. یک کمی دوم در بندر عقینه که فعلا خط آهن تا آنخوی رسیده، خواسته ما این بود که به شبرغان برسه، شبرغان به مزار برسه. طرف ترکمنستان دلچسپی و آمادگی خود را نشان داد. امیدوار هستیم که در این عرصه هم دستاورد بزرگی داشته باشیم. موضوع سوم موضوع برق بود. برق هم از دو راه به افغانستان داده میشه، به هرات و او طرف به جوزجان و فاریاب. در هرات می خواهیم که تاسیسات و سبستیشن تقویه شود که الحمدلله سبستیشن نور الجهاد کارایشان به پایان رسیده. امیدوار هستیم که در دو ماه آینده افتتاح شود. بعد از افتتاح این سبستیشن باز کوشش میکنیم که تا دیگه مناطق هم لینهای برق کشیده شود. این هم یک پروژه خیلی بزرگ و برای مردم هرات و خصوصا پارک صنعتی یک بشارت بسیار کلان هست و این عملی هم هست. یه طور نیست که وعده است، بلکه عملی شده. همچنان
طرفی جوزجان و مزار فعلا قراردادی که از طرف امارت اسلامی افغانستان شده که برق از جوزجان و دشت الوان پل خمری اونمو لینی قوی رسانیده شوه، از اونجا باز به کابل تا که صادرات برق در افغانستان برای افغانستان زیاد شوه. هم ترکمنستان آمادگی داره، هم افغانستان و هم کار شروع هست. موضوع دیگر که امرای طرف ترکمنستان یاد کردیم موضوع شما بود. گفتیم که تجاران افغانستان بعضی مشکلات داره. وقتی که چیز میخره اگر زود انتقال نکنه سر جرمانه میایه. وقت خیلی کم است و مشکلات بانکی هم داریم. وعده کرد که سر این موضوع کار میکنیم تا که یک رای حل پیدا شد و همچنان یک کمیته تعیین شده که همین مسائل را تعقیب بکنه. همچنان برش گفتم که ما و شما همسایه یک دیگر هستیم، باید در بعضی مواد تعرفه پایین شود، چون که صادرات از طرفی ترکمنستان زیاد است و از طرف افغانستان کم است. این بیلانس باید تا یک اندازه برابر شود. همین موضوع هم صحبت شد، انشاءالله در آینده سرش کار میشه که چطور بتانیم از طرف افغانستان هم صادرات زیاد شود. موضوع دیگه که یک بشارت خیلی خوب هست الحمدلله که اولین مرتبه است که شاید شما در این نبی 20-25 یا 30 سال ندیده باشید و یه هست که در این نبی چند روز آینده از تاریخ 2 مارچ تا 5 مارچ 3 روز نمایشگاه بزرگ در اشقابات دایر میشه که در حدود 2-2.5 تجار از افغانستان میآید و شما هم شرکت بکنی، تمام مصنوعات و تولیدات و محصولات افغانستان به کیفیت خوب همینجا پیش کو تا که برای صادرات شما و برای کالا و برای مصنوعات شما مارکیت خوب پیدا شود. این یک فرصت خیلی خوب است. شما باید نمایندگی خیلی خوب از مردم و از کشور از تجار خود بکنی همینجا در اشقابات و یک نماینگر عزیز هم است که هر دو طرف، هر دو کشور و چه اندازه دلگرم است و چه اندازه دلچسپی داره و چه اندازه متوجه هست که با یک دیگه تجارت زیاد شود. همچنان امروز با محترم وزیر صاحب خارجه و تیمشان موضوع ویزه را بالا کردیم که تسهیل و آسانی در ویزه بیاید تا که تجار ما، مردم ما با آسانی بیاید، با آسانی برود. اونها هم وعده داد که در ویزه کوشش میکنیم که هر چه سهولت زیاد شود. موضوع دیگه موضوع موتورها و کالا و سامان بود که وقتی که در تورغونډۍ به طرف ترکمنستان می آید بعض اوقات خیلی تال می خوره، چند روز موتر استاد می باشد. گفتیم ظرفیت بالا برده شود، نفرها زیاد شود، وسایل زیاد شود. وعده کرد که بالکل همینطور می کنم انشاءالله. موضوع دیگه قرضه هایی که بعضی تجاران افغانستان، تجاری ما و شما سر حکومت داره، پیسه ایشان همینجا مسدود شده. وعده کرد که انشاءالله در آینده نزدیک حق مردم شما داده میشه و این هم یک دستاور خوب هست که اونمو پیسه ای که از تجار ما و شما همینجا مسدود شده و داده میشه. گفت که بالکل همین پیسه شده، انشاءالله میتیم. دیگه برادران عزیز، شما باور بکنید که شما جایگاه خیلی بلند نزد حکومت فعلی دارید و هر کار و خدمت و ضرورت که بود این سفیر صاحب هست، اتشه تجارتی هست، در مر جناب کنسل صاحب هست، قاری صاحب، قریشی صاحب، یه در خدمت شما هست.
اگر کدام شکایت از اداره هم به سر چشم میشنوه، اگر مشکلات هست هم رایشان شریک شود. این خانه مشترک شما هست. حتی ما به تمام سفارت خانه ها و کنسلگیری ها، ما پیلا در کشورهای مختلف جهان 38 کنسلگیری و سفارت خانه ها هست که اطاعت از ما میکنه، با ما کار میکنه، با امارت اسلامی افغانستان به همه گفته که در هر کشوری که فعالیت داری شما کنسلگیری و سفارت خانه مشترک مردم افغانستان است. از هر نظام که می بود، مخالف بود یا موافق، آلی امارت اسلامی را خوش داره یا نداره، با ما همکاری داره یا نداره، ولی وقتی که مراجعه میکنه باید خدمت شما حق شما است و خواسته هایشان باید شنیده شود. اخلاق و برخورد بسیار صمیمانه امرایشان شود. بس از دیگه افغان ها بیچارا این همی چلو 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 پنج سال مبتلای چه مشکلات بود، اونمو بود پرستی و تنظیم پرستی و کم پرستی و سم پرستی، یه همه بود تا دیگه شکسته شد. هر کس که باشه مسلمان است، افغان است، برادر ما است، هزار خویشی که بیگانه از خدا باشد، پدای یک تن بیگانه که اشنا باشد. تمیزی رنگ و بو بر ما حرام است که ما پرورده یک نو بهاریم. حالی که پرست آمده اختلافات ختم شود، چی ضرورت است که یک به نام یک تنظیم مخالف خام و خواه دیگه تنظیم میشه، به نام یک قوم مخالف دیگه که آیا یک قوم که حق داره، دل داره، ارزوها داره، ارمانا داره دیگه قوم نداره؟ یک جوانی که چه ارمانها در دل داره دیگه جوان نداره؟ مردم یک ولایت که ارمان و ارزو محبت با وطن داره دیگه نداره؟ ای وطن، ای آب، ای هوا، ای نعمت خداوندی که خداوند به او داده، کی حق داره که او را بیگانه کنه، او را از وطن بیرون کنه؟ هر کس که در هر جای باشه، هر چی که کده، عفو عمومی اعلان شده، بیه به وطن خود. ولی ای پرست چطور نگاه کنیم، ای را چطور تقویه کنیم، باید همکار یک دیگه باشه، با یک دیگه دست بدیم. برادران عزیز، این فیصله قرآنی است. خداوند می فرماید که انما یخشى الله من عباده العلماء، بیشک از الله تعالی که زیاد می ترس علما هست. پس اونمو ضرب المثل یا مقوله مشهور که شما شنیده ای که از او کس مترس که از خدا می ترسد، از او کس بترس که از خدا نمی ترسد. وقتی که کس لحاظ و پروای خداوند نداره، از پروای تو چطور داره؟ وقتی که علما، مجاهدین، طلبا از خدا میترسن، بس همین برای ما و شما کفایت میکنه. الحمدلله کسانی که ما در رأس داریم علما هست، یکیشم تاریخ بد نداره. وقتی که نیست، یه برای ما و شما افتخار است. از قندهار باشه، از مزار باشه، بنده خدا هست. ما شما چی میخواه؟ میخواه؟ میگه کور از خدا چی میخواه؟ میگه دو چشم. ما و شما امنیت میخواهیم، حکومت مرکزی میخواهیم، وحدت میخواهیم، تمامیت ارضی میخواهیم، حفاظت سرحدات میخواهیم، یک نظام میخواهیم که غم ما و شما را بخوره. یعنی باور بکنید، باور بکنید که در نمی دو نیم سال گذشته از هر کشور که یک افغان منجا بندی می باشد، الحمدلله پرسانش کده. حتی وقتی که در سودان جنگ شروع شد، از عربستان سعودی کمک خواستیم که چطور چند تن مردم افغانستان را از طریق سعودی باز به جده آمد، از جده باز به طیاره به کابل آمد. از زندانهای کشورهای مختلف با صدها تن، بلکه بالا با هزارها میرسد که الحمدلله افغانستان انتقال شده. هر جایی که می باشه الحمدلله پرسانش میشه. وقتی ما و شما میتونیم مسئولین و حکومت داشته باشیم، خداوند برش دیگه هم توفیق بده،
خوشحال شدیم که شما را دیدیم. خداوند همیشه ما و شما را با خوشی و با راحت یک جای کنه و خوشحال میشیم که همه ایتان را میتونه در کابل هم ببینیم. هر کس که هر مشکل داره با وطن در هر ولایت میره انشاءالله سپیر سال به خدمت شان است و اونجا ما در خدمت هستیم، دیگه مسئولین در خدمت است. خداوند شما را توفیق بده، خداوند نمی سفر هم پر از دستاوردها کنه و امیدوار هستیم که ما و شما در چند ماه آینده از بشارت های خیلی خوب خوب انشاءالله خبر میشیم. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.